خب برای بیلدن بلاک هم مثل اکستروژن شما میتونید از در واقع منوی پینز روی بیلدن بلاک در واقع کلیک کنید تا انتخاب بشه. چیزی که من الان انتخاب کردم، شما میتونید اون رو با در واقع کنترل 6 هم از صفحه کلید این رو در واقع این صفحه رو باز کنید. صفحه به همچین شکلی هست. وقتی که شما هیچ ستی تعریف نکرد، به همچین رنگ در واقع تیری بگیم که خاکستری در واقع در میاد، شما میتونید هر تعداد ستی که لازم دارید یا به دلخواه مورد نیاز هست ایجاد کنید. مثل اکستروژن شما میایید در نوار در واقع در تولبار یا در قسمت آیکون ها بگیم بر روی دومین آیکون که در واقع تحت عنوان Add New Set اگر موس روش نگه دارم کلیک کنید، یک پنجره کوچیک برای شما باز میشه که میگه که Name the Set، در واقع یک عنوان برای Set در نظر بگید. من UTSME در واقع One رو به معنی خب همون انجمن علمی دانشگاه تهران وارد میکنم و اوکی رو میزنم که Set برای من ایجاد بشه. خب مثل حالت اکستروژن، برای اینکه شما اگر دچار اشتباهی شدید در کد نویسی یا بگیم در به صورت گرافیکی، شما لازم هست که یک در واقع دیتا فایل ایجاد کنید، حالا بر با اون عنوان یا هر عنوانی که لازم دارید، و بیاید دستورهایی که در واقع به استیت رکورد فرستاده میشن رو اینجا در واقع وارد کنید. خب من اینجا مدل در واقع مدل نیو رو تایپ میکنم و میرم سراغ خط بعدی. بعد از اون من میام در قسمت پینز استیت رکورد رو دوباره مثل حالت اکستروژن در واقع اوپن میکنم. اینجا برای من دوتا دستور به فرض مثال آورده، یکی این که نوشته من سفر رو بزرگتر کنم که راحت‌تر بشید، نوشته building block set create UTSME1، در واقع همین چیزی که به صورت گرافیکی انجام دادم اینجا دستورش برای من اضافه شده، برای من به صورت نوشتاری نوشته شد. در مورد set record قبلا توضیح دادیم که به صورت دیتا فایل یا correct فایل در واقع میتونیم اونها رو select کنیم یا اونها رو save کنیم ما، یا اینکه copy کنیم. خب اگر من این دوتا رو دوباره در واقع select کنم و روی اینجا که نوشته سکت اول در واقع سلکت اول از میخوام میگه همه رو سلکت میکن، اینجا هم برای سلکت در واقع اون قسمتی که در حال انجام الان هست برای ما در واقع سلکت میشه. دو حالت برای سیف داریم، یکی این که سیف تو فایل از رکورد، یک فایل رکورد همین کتایی که اینجا نوشته شدن با این در واقع مکان نماها، بعد از اون سیو از فایل از دیتا فایل به عنوان یک دیتا فایلی که اینجا برای فراخوانی داریم، یعنی این ویرایش اینها رو برمی‌داره خودش ویرایش می‌کنه. برای کپی کردن هم همین حالت رو داریم، در واقع میگه کپی کرکت سلکشن، اون چیزی که سلکت شده دقیقاً کپی بشه با این دوتا علامتی که اینجا هست، و اینکه کپی از دیتا فایل به عنوان یک دیتا فایل، من اگر اینها رو کپی کنم و در قسمت در واقع ادیتورز یا اون دیتا فایلی که ایجاد کردم کنترل وی رو بزنم، دستورها برای من بیان، خب این رو هم سیو کنم و اجرا کنم، چیزی که الان توی بیلدن بلاک اینو میبینید، من اینها رو اجرا کنم دوباره همین حالت برای من ایجاد میشه، منتها اینجا دستورها دوباره تایپ نمیشن. دقت داشته باشید دستورهایی که اینجا نوشتید دوباره نمیان توی خط در واقع فرمان در وضعیت استیت رکورد، فقط میگه که کدوم خط در حال اجرا شدن هستن، یعنی در واقع چه فایلی فراخوانی شده. اینجا عنوانش هست UTSME1، در واقع همین عنوان. اگر من اینا رو جایگزین این کنم کدها در واقع پاک میشن، این کدها در حافظه پنهان هستند، از حافظه موقت هستند. اگر مدل نیو رو بزنم این هم پاک میشه. در واقع به صورت دیفالت یک بلاک هگزاگونال، یک 6 وات برای شما اضافه میشه وقتی که شما یک ست ایجاد میکنید. من میام یک ست دیگر به فرض مثال ایجاد میکنم و یک عنوان براش در نظر میگیرم، UTSME در واقع دو رو تایپ میکنم و اوکی را میزنم. آموست یک بلاک دیگر در داخل یک ست دیگر برای من اضافه شد. دوباره اگر ببینید اینجا ببینید دوباره create set to و همین حالت،
من اگر بین ست ها در واقع جا به جا بشم، شما ست ریکورد رو مشاهده بفرمایید، میگه که بیلدن بلاک ست سلکت UTSME1، یعنی اگر من بین اونها جا به جا بشم با دستور ست بیلدن بلاک ست سلکت، در واقع همون چیزی که انتخابی که من اینجا انجام دادم اونجا هم انجام میشه. دستورها رو در ادامه میگم. من میرم سراغ گرافیک این حالت. دقت داشته باشید هر کاری که انجام میدیم میره توی اسید ریکورد و شما هر چند در واقع عملی که دارید انجام میدید، به خصوص وقتی که هندستون پیچیده هست و کنترل پوینت هاتون، چیزی که در اکستروژن هم گفتیم برای ایجاد منحنی ها و جابجایی لبه ها یا اجها بگیم، اگر تعدادشون زیاد هست پیشنهاد کنم 100% از این دستورها کپی بگیرید. اگر یک اشتباه انجام بدید، چون کنترل پوینت ها واقعا زمان ولیدیت، چیزی که در واقع مثل صحت سنجی مدل یا هندینگ در واقع بریک این بیلدن بلاک رو بررسی میکنه، زمانش خیلی میبره بالا. برای آندو کردن، چیزی که در ایدیت مشاهده میکنید، اگر بخواید اینها رو میشه آندو کرد، یک عمل آخری که انجام شده برای شما آندو میشه. در واقع من میرم سراغ در واقع سلک کردن یا این شکلی که اینجا میبینید، مثل حالت اکستروژن من گرید پوینت ها رو دارم در واقع، یا نوت ها رو بگم. من اگر اینجوری انتخاب کنم این نوت ها رو میبینید، بعد از اون اج ها هستن، دقت داشته باشید، اج های یک لبه در واقع. بعد از اون فیز ها هستن، در واقع فیز هایی که مربوط به یک بلاک یا مربوط به یک فاز شکل سه بعدی هستن. بعد از اون من بلاک رو دارم. برای سلک کردن بلاک به این سه حالتی که بود، نقاط در واقع یا گرید نوت ها، با کلیک کردن روش میشه انتخاب کرد روی لبه ها، روی صفحه ها. برای بلاک اگر من کلیک کنم و در واقع کلیک کراس کنم، سلکت بلاک رو بزنم، بلاک من سلکت میشه. برای راحتی کار شما میتونید روی یک فیس از این بلاک کلیک کنید و بی رو از صفحه کلید فشار بدید، دکمه بی یا بگیم حرف بی انگلیسی از صفحه کلید رو فشار بدید، بلاک برای شما ایجاد میشه. خب من بعد از اون اجازه بدید من این رو دیلیت کنم. حالا یک صفحه رو از این اج اگر سلکت کنید و دیلیت رو از صفحه کلید فشار بدید، یا کل بلاک رو اصلا انتخاب کنید و دیلیت رو بزنید، بلاک برای شما حذف میشه، هر چقدر تعدادی که در اون رنج یا با سلکت کردن هستن یا با کد نویس. من میام کلیک راست میکنم، نوشته اد فری بلاک، یعنی اگر هیچی نداشته باشم فقط این آیکون یا این حالت برای من ظاهر میشه. اد فری بلاک رو میزنم. در قسمت کنترل پانل هم دقت داشته باشید، فقط رف پوینت برای شما امکان داره، یعنی چیزی که در حال نمایش از صفحه نمایش من. من اد فری بلاک رو میزنم، یک پنجره دیگه یا پنجره کوچیک برای من باز میشه. سه تا انتخاب دارم، یکی هکس نوشته به معنی هگزاگونال، تتراهدرون و وج. هگزاگونال بلوک های 6 وجهی من هستن، تتراهدرون بلوک های 4 وجهی هستن، وج ها 5 وجهی. من همون حالت اولی هگزا رو انتخاب میکنم، اینجا عدد 1 رو به فرض مثال وارد میکنم، میگه که اج لنز طول لبه ها چقدر باشه. خب بعد از اون دو تا انتخاب دیگر برای من قرار داده، یکی میگه که سنتر آف دی ویو، میگه بلوک یا همون بلاکی که می قراره با به روش هگزاگونال به شکل هگزاگونال بسازم در مرکز ویو من قرار بگیره. بعد از اون میگه سنتر رو در یک لوکیشن دلخواه وارد کن. من اینجا صفر و صفر و صفر رو وارد میکنم به فرض مثال. خب اگر اینها رو وارد کنی حالت قبلی برداشته میشه، یعنی از اینها فقط از این سیت یکیشو، از این پایینی از این دوتا فقط یکیش رو میشه وارد کرد. خب بعد اد رو میزنم که بلاک برای من ساخته بشه. من کنترل آر رو از صفحه کلید فشار میدم. دقت داشته باشید که آر و کنترل در واقع آر همون حالتی هستن که در واقع در منوی وین یا در پنجره ویو داشتیم. من اگر آر رو بزنم برای من فیت میشه در داخل صفحه، اگر کنترل آر رو بزنم به حالت نمایش اولیه برمیگرد. خب دقت داشته باشید که من اگر روی پوینت اج در واقع یا فیس یا یک فیس رو اگر انتخاب کنم و بی رو فشار بدم که همون بلاک میشه، یک هندل در واقع یک دسته برای من
وجود داره که من اگر روی اون نگه دارم موس رو ببرم روی مرکز، میبینید که به حالت انتخاب یا پن در واقع در میاد. چیزی که اینجا باید بگم قبل از این که برم سراغ هندل، با اگر بخواید جابجا کنید این پن رو، صفحه رو، میتونید شیفت رو نگه دارید و از میخوام کلیک چپ رو نگه دارید و کلیک چپ کنید. ببینید کلیک راست رو نگه میدارید و کلیک چپ که با هم جابجا بشه، یعنی کل به حالت پن در بیاد. برای ورژن متاسفانه 29 این حالت یکم اذیت میکنه و کلیک ها متفاوت هستن برعکس چیزی که گفتم. من کلیک راست میکنم و کلیک چپ رو نگه میدارم، یعنی هر دو تای موسم که در واقع در حال پایین هستن با تغییر مکان یا تغییر جابجا کردن موس این حالت پن برای من ایجاد میشه. برای چرخش بلاک از در واقع رایت کلیک میتونم مدلم رو بچرخونم. خب برن سراغ هندل، من اگر روی پوینت کلیک کنم و این در واقع هندلی که نقطه وسطش هست، یا ببینید مرکز هندل اگه ببینید در سه راسته هست، من موس رو اگر روی این علامت قرمز قرار بدم می نویسه X، برای حالت آبی رنگ Z و برای حالت سبز رنگ Y رو برای من نمایش میده که این محورها هستن. خب هندل در واقع شامل یک آفست برای جابجا کردن یا تغییر جابجایی، برای روتیت کردن حالا در یک صفحه یا در یک پلن، چون اینجا نقطه رو ما نمیتونیم روتیت کنیم، من اگر اج رو انتخاب کنم یا صفحه رو، میبینید که برای روتیت کردن چند تا محور به من میده. این محور رو اگر ببینید به حالت یک دایره در میاد، دایره آبی رنگ، میگه حول محور آبی رنگی بچرخون صفحه رو. اگر روی حالت قرمز رنگش قرار بدم میگه حول محور قرمز رنگ که محور ایکس من میشه. بعد از اون حالت در واقع سبز رنگش که در واقع همون محور ایکس در واقع میگه محور وای میشه چرخش داره. بعد از اون این حالت رو اگر ببینید، این حالت برای در واقع اسکیل هست. اگر من روی این کلیک کنم یک پنجره برای من باز میشه، اگر روی این محور حتی کلیک کنم هم یک مقدار برای من نمایش داده میشه. برای همه محورها همچین حالتی موجود هست. اگر من روی مرکز این هندل کلیک کنم و اسپیس رو از صفحه کلیک فشار بدم، یک پنجره برای من باز میشه که مربوط به همین کنترل پانلی که اینجا هست در واقع قرار داره. خب بریم سراغ که جابجایی با این محورها. قبل از هر چی اگر ببینید این هندل در وسط اون در واقع، اگر لبه باشه لبه، اگر فیس باشه فیس، اگر بلاک باشه در وسط بلاک قرار میگیره. برای اینکه من این هندل رو بیارم روی یک قسمتی یا یک جایی، البته برای بلاک اگر من روی این مرکز هندل کلیک چپ کنم، موسم رو نگه دارم و جابجا کنم، کل اون بلاک برای من جابجا میشه. دقت داشته باشید که به معنی گرافیکی نیست اینجا، یا بگیم باینری. اینجا ببینید که مختصات مرکز اون بلاک برای من جابجا شد. خب بعد از اون یک نوع دیگر بلاک دیگر داریم که شکلش در واقع شکل، من کلیک راست میکنم اد فری بلاک رو میزنم دوباره. اینجا میبینید که تتراهدرون هم وجود داره. من یک مقدار به فرض مثال همین یک رو وارد میکنم و این رو روی حالا 5 و در واقع 0 و 0 قرار میدم، برای اینکه با این تداخل پیدا نکنه. یک هشدار به من میده، میگه که یک وارنینگ هست در واقع، میتونید این وارنینگ ها رو اگر اذیتتون میکنه این تیکش رو بزنید و در واقع کلوز کنید. پیشنهاد میکنم این رو بر ندارید، چون حالا یه وارنی جایی هست که در واقع برای شما پیش میاد که از میکنم یک وارنینگی بایستی مشاهده کنید که اونها یا خطاها یا هشدارها تو همشون در کنسول نمایش داده میشن و به صفحه نمیاد.
همچین شکلی میشه اگر دقت داشته باشید. ببینید من این رو دیلیت کنم که صفحه من حالت چرخشش فرقی نکنه. میبینید که به همچین چهار گوشه ای، چیزی که در کدهای کتابخانه در واقع پرمتیو هم داشتیم، چیز خاصی نداره. وجها به همچین حالتی، دوباره بی رو میزنم کل بلاک برم از سلکت میشه. در واقع هندل همون هندل هست. اگر روی صفحه کلیک کنم، اینها برای من در واقع هم در صفحه هم در حول محور و گرید پوینت ها، حتی میشه اونها رو هم در صفحه جابجا کرد. خب من این رو هم در واقع دیلیت میکنم و یک شکل دیگر دارم تحت عنوان وج، که در واقع یک پنج ضلعی میشه. من اگر یک عدد، حالا دو رو فرق نمیکنه، من این رو در صفر و این رو در صفر و صفر و صفر قرار بدم و کنترل آر رو بزنم، یه همچین وجی که هست، ما این رو در پرمتیف خوندیم، یعنی کار کردیم اینها رو، شکلشون بر اساس دلخواه یا جایی که لازم هست میتونید ایجاد کنید. خب این هم مثل حالت قبل هست، یک صفحه در واقع چهار گوشه در پایین و یک مثلثی که در واقع، یا بگیم مخروطی که ادامه داره. من این رو هم دیلیت میکنم که بریم سراغ حالتی که برای هگزاهدرون بود. من اون رو میزنم و عدد 10 رو وارد میکنم، این رو در صفر و صفر و صفر قرار میدم که یک بلاک در 10 برای من ایجاد بشه. برای تغییر مکان هندلی که در وسط قرار داره، این مکان نما، من میتونم Alt رو از صفحه کلید فشار بدم، Alt در واقع، بعد میتونم این رو با موس که کلیک چپ میکنم روش جابجا کنم. خب یا اینکه در یک محل، به فرض مثال این گرید پوینت، اگر دقت داشته باشید، به فرض مثال من این پایینی رو به زوم کنم، به حالت یک رنگ آبی تقریبا در میاد. من اگر روی این یک کلیک کنم، یعنی موس رو نه اینکه بکشم، کلیک کنم، مکان نما میاد در اون گوشه برای من قرار میگیره در واقع. یعنی من میتونم الان آفست هامو در نسبت به این گوشه انجام بدم. به فرض مثال این رو اگر بزنم، محور این محور یا این نقطه که این بلاک برای من جابجا بشه به اندازه مقداری که وارد میکنم. خب من به فرض مثال این فیس رو، فیسی که در راستای ایکس است، در جهت ایکس آفست میزنم. خب اینجا به من میگه که موقعیت فعلیش 5 هست. خب یک پنجره کوچیک هست در، یعنی دو تا مقدار هست، اگر من اونو اونجا وارد کنم، حاصل جمع این دو تا مقدار برای من جابجا میشه. خب من اگر هم اینجا عدد رو وارد کنم، آپدیت میشه. به فرض مثال من اگر این رو 10 بزنم، این صفحه‌ای که من الان سلکت کردم، من دوباره رو بزنم، این صفحه‌ای که اینجا سلکت کردم در موقعیت 15 ایکس قرار میگیره. من این رو 10 بزنم که خب الان من این نقطه رو اگر در واقع، یا این نقطه رو کلیک کنم، محور ایکسش رو میبینید که در 15 هست. در واقع اینجا هم مختصات این صفحه رو میبینید که در 15 هست. من میتونستم مستقیم اون رو به فرض مثال همون 10 بدم، یعنی حاصل جمع این دوتا نباشه. این دوتا مقدار برای اینه که مقدار قبلی رو گم نکنید، شما بیاید مقدار دوم رو وارد کنید. خب و اینتر رو بزنم، دیگه این صفحه برای من جابجا میشه. بعد از اون یک حالت دیگری که هست، میتونید این در واقع صفحه رو بکشید. میتونید اینجوری به همین با نگه داشتن موس روش صفحه رو بکشید. نمیتونید جابجا کنید، چون من فقط محور ایکس رو در واقع سلکت کردم، فقط در راستای عمود بر صفحه وای زد که همون محور ایکس میشه جابجا میشه. خب بعد از اون برای یک فیس دیگر، به فرض مثال من این فیس رو هم میتونم بکشم، کوچیک بزرگش کنم. برای روتیت کردن، حالا فرض مثال این صفحه، میتونم حول محور زد اینجا که به فرض مثال میخوام، میتونم این مکان باز میخوام، این همی که روش نگه داشتم روی این محور، میتونم اون رو بچرخونم در حالتی که موس رو ول نکردم.
برای اینکه حالا بعضی وقتا پیش میاد که اشتباهی سلکت میکنید یا انتخاب میکنید موس رو نگه میدارید، در این حالتی که موس رو رها نکردید اگر اسکیپ رو از صفحه کلید فشار بدید برای شما اون عملیات غیر فعال میشه. این حالت هم چیزی که گفتیم برای چرخش در داخل صفحه بود، من اگر اون رو بزنم در داخل صفحه برای من جابجا میشه، دقت داشته باشید. بعد از اون اسکیل هست. خب اینجا ببینید که میخوام به فرض مثلا من بلاک رو انتخاب کنم، یک فیس رو از این بلاک انتخاب میکنم و بی رو فشار میدم، در سه جهت برای من اسکیل باز میشه. خب من میتونم اینجا یک مقدار بدم که فقط در راستای زد اسکیل داشته باشه. به فرض مثال من اینجا اگر دو رو وارد کنم، اسکیل من در راستای زد دو برابر میشه. من این حالت رو دوباره نیم میزنم که حالت قبلیش برگرده. یه حالت این است که شما بخواید در سه جهت اسکیل بدید، شما نمیتونید هر سه تا رو با هم انتخاب کنید، مگر اینکه روی این حالت، حالا یه هر یک از این محورا فرق نمیکنه، به فرض مثلا الان زد رو انتخاب میکنم، اینجا شما بیاید یک اسکیل رو وارد کنید مقدارش، خب بعد از اون شیفت رو نگه دارید از صفحه کلید و اینتر رو بزنید، ببینید که در سه جهت، سه جهت x و y و z، یعنی اسکیل سه بعدی برای من انجام داد. به صورت گرافیک این کار به همچین حالتی است. خب نکته بعدی که باشه در مورد هندل، من چیزی که یادم رفت، اگر alt رو گفتم، اگر alt رو نگه دارید و مکان نما رو در یک جایی کلیک کنید، میره توی به اون گوشه قرار میگیره یا در اون محلی که من سلکت میکنم، حالا بیرون از بلاکم باشه فرقی نمیکنه. برای اینکه بخوام این هندل به مرکز یا مرکز فیس یا بلاک برگرده، اگر روی موس رو روی هندل قرار بدم و کلیک راست کنم، اینجا نوشته relocated handle to، من اگر این سفر رو انتخاب کنم، یک پنجره‌ای برای سه مختصات برای وارد کردن مرکز یا همون محل قرارگیری هندل برای من باز میشه. اینجا هم توضیحاتش رو نوشته که چجوری، یا با آتو کلیک کردن یا با آتو درک کردن یا جابجا کردن موس. اینجا میتونم یک محل رو برای مکان نمام انتخاب کنم که حالا به فرض مثال میخوام روتیشن حول اون نقطه انجام بشه، چیزی که خیلی لازمه برای اینکه بدونید روتیشن کجا حول چه نقطه انجام میشه، حالا هم به صورت دستوری و هم به صورت گرافیکی، میتونم اینجا محلش رو تغییر بدم. خب بعد از اون اگر دوباره کلیک راست کنم، یک آیتم دیگه، یک گزینه دیگر تحت عنوان reset location، اگر بزنم به محل اولیش برمیگرده، میره همون مرکز یا مرکز اون صفحه که الان به فرض مثال من سلکت کردم. هندل چیز دیگه ای نداره مگر اینکه حالا بعدا در مورد جابجا کردن و ویرایش کردن باش هندسه های دیگر بشه این کار رو انجام داد که حالا بعدا اینا رو توضیح میدیم. در قسمت در واقع آیکون ها، با اینکه هر چه مقدار میتونیم انجام در واقع ست اضافه کنیم، میتونیم اونها رو هم هر چه دلخواهمون نیست یا اضافی اونها رو دیلیت کنیم. بعد از اون یک آیکون دیگر برای ایمپورت کردن فایل های جیومتری، فایل STL جیوم در واقع فایل های ساخته شده با گریدل، یا اینکه فایل های DXF هستن که در جلسه بعد اونها رو به طور کامل توضیح میدیم، generate from geometry هست که اگر ما یک هندسه یا دیتا فایل جیومتریک دیتا رو ایمپورت کنیم از این قسمت، این رو میشه بلاک هاش رو با این حالت ساخت، یعنی به صورت دیفالت بگیم بلاک ها رو برای ما بسازه. بعد از اون در واقع ایمپورت بلاک رو داریم، ما میتونیم بلاک ها رو ایمپورت کنیم یا اینکه اونها رو سیو کنیم در یک فولدر قرار بدیم، اونها رو دوباره ایمپورت کنیم. اگر در داخل خود محلی قرارگیری نرم افزار این پوش در داخل اون پوش قرار نداشته باشن، شما در یک فولدر دیگه در واقع در داخل سیستم سیف کردید، شما میتونید از اینجا از فایل قسمت در واقع بیلدن بلاک میتونید اون رو اکسپورت کنید، یا اینکه از قسمت فایل برای ایمپورت کردن اوپن اینتو پروجکت رو بزنید و اینجا بیلدن بلاک ست رو میبینید. وقتی که یک بیلدن بلاک برای شما، وقتی اون رو اکسپورت کردید یا از یک جایی در واقع دریافت کردید، میتونید رو ایمپورتش کنید که
به هندستون به صفحه بلدن بلاکتون اضافه بشه. خب اگر من روی ات بلاک یا ایمپورت بلاک عضو میخوام کلیک کنم، یک پنجره برای من باز میشه که یک سری در واقع پیشنهادهای یا هندسه های بلدن بلاکی که شرکت ایتاسکا برای من ایجاد کرده، اینجا در واقع فایلش محل قرارگیریش هم میبینید که در کجا قرار داره، میتونید به اونجا برید و عکساشون رو ببینید. اولین حالت یک حالت در واقع تونل همچین حالتی است، بعد از اون یک تونل تقاطع، حالا شکلشون ما اینها رو استفاده میکنیم، اومده اینها رو برای شما قرار داده، شما میتونید اینها رو استفاده کنید برای مدلتون، ویرایش کنید قسمتایی که اضافی هست یا مقیاسش رو تغییر بدید، ترانسفورم ها رو انجام بدید. میبینید که مقدارشون، حالا به فرض مثلا یک تونل در واقع منحنی شکل که میتونید اونها رو ادامه بدید، یک تونل با لاینینگ، یک تونل با در واقع 90 درجه با لاینینگ، یک شل را ساده، یک اینترسکشن در واقع بعد از اون سیلندریکال با یک چیز یک بلاک داخلی، یک شل یا بگیم سیلندریکال شل پرمیتیو، در واقع یک بی بلاک یا همون رادیال بریک، در واقع چیزی که ما توی پرمیتیو داشتیم، یک رادیال سیلندر هست. در واقع اینا رو اگر دقت داشت پرمیتیو دارن، اینا اصلی هست، همون چیزهایی که در قبلا خوندیم، فقط اینجا هندسه‌شو ساخته. رادیال تانل هست، در واقع پرمیتیو اینترسکشن تانل، سیمپل یک تونل در واقع ساده، بعد از اون یک معدن یا بگیم یک بنچ هست، یک پله هست و یک پله در واقع با هندسه متفاوت از حالت قبل. ما اینها رو میتونیم ایمپورت کنیم و تغییرات روش انجام بدیم. برای این کار من این به فرض مثال آخری رو من ایمپورتش میکنم که بیاد در داخل هندسه من قرار بگیره، چون البته عذر میخوام من این قبلیه رو با زدن بی دیلیت کنم و اون رو در واقع بیارم در داخل هندسه، در داخل اکسوژن من قرار بدم. محلش رو 0 و 0 و 0 قرار میدم که در واقع مرکزش در 0 و 0 و 0 قرار بگیره برای من. خب در کنار این ایمپورت بلاک یک نوار کشویی هست که همین حال همین شکل ها رو میتونید به همین به جز اینکه صفحه برای شما باز بشه انتخاب کنید و ایمپورت کنید که مستقیم اضافه بشه. بعد از اون حالت سلکت که چیز خاصی نداره، اینجا ات بلاک هست. من اگر روی ات بلاک کلیک کنم، حالت بیلدن بلاک یا اون بلاک ها به حالت بدون گره ها نوت ها قرار میگیره و فقط میتونم بر روی فیز ها در واقع کلیک کنم، من نمیتونم روی اج ها و نقطه ها کلیک کنم. اینجا میگه که یک بلاک برای من تحت این شکلی که من الان دارم، به فرض مثال من این شکل رو دارم، یک اد بزنم یه همچین شکلی برای من پیشنهاد میکنه، حالا به ضخامت شکل قبلی. من در حالی که اینها رو زدم، قبل اینکه کلیک دیگه انجام بدم یا سلکت دیگه انجام بدم، با اسکرول کردن یا بگیم حرکت موس بر روی این شکلی که پیشنهاد کرده، اگر من در واقع جا به جای اسکرول کنم، شکل‌های پیشنهادی به من میده. متاسفانه حالا شکل رو من اگر اجازه بدید اینها رو بعداً اضافه کنیم که کارمون راحت تر پیش بره و شما بتونید راحت تر ببینید. کنترل آر رو میزنم. خب من اینجا اد بلاک رو میزنم، روی این صفحه کلیک میکنم، ببینید یک شکل پیشنهادی برای من با خطای در واقع با چهار گوش های سبز رنگ پیشنهاد میکنه که من با حرکت موس شکل ها رو میتونم مشاهده کنم، شکل هایی که میتونم به این صفحه بچسبن یا اضافه بشن. با مکان نما، با کلیک های مکان نما در صفحه کلید میتونید بین اونها جابجا بشید، فرقی نمیکنه بالا پایین یا کم و زیاد کردن به قول خودمون. من میام روی اولین حالت یک اینتر یا یک کلیک میکنم، اگر من اینتر رو بزنم صفحه برای من ایجاد میشه. یه دونه دیگه به فرض مثال من اگر همچین حالتی رو بزنم، در واقع یک هندسه بدون اینکه از دستور خارج بشم برای من ایجاد میشه. در کنار اون حالا برای یک وج،
حالا من این رو جابجا کنم که add free block دیگه یک width اضافه کنم با اندازه یک، این رو هم در اینجا قرار بدم. من زوم کنم روش، ببینید که این ویج به همچین حالتی که بود من اون رو چرخوندم به خاطر همونه. در قسمتی که سگوش هست در واقع من اد بلاک رو بزنم، تنها به صورت ویج یا به صورت چهارگوش در واقع به صورت تتراهدرون برای من امکان داره انتخاب بشه، چون نمیتونم به اون صفحه یک چهارگوش بچرخونم. به صورت پیشفرض اینها رو پیشنهاد میکنم، در حالی که به فرض مثال روی این صفحه کلیک کنم یک چهارگوش هم میتونم، یک وچ هم و به صورت دوتا زل کنار هم، ولی نمیتونم تتراهدرون اضافه کنم چون زل یک زل کم داره در واقع تتراهدرون. خب بر روی این قسمت هم همینطور چهارگوش، حالا فرقی نمیکنه. برای سه زل یا در واقع بگیم که من این رو در واقع دیلیت کنم که تتراهدرون اضافه کنم، حالا هر مقداری که هست اینجا یک رو وارد میکنم، طبق چیزی که گفتم یک وارنینگ به ما میده، میگه که هندسه ها رو دقت زون ها رو دقت داشته باشید که اشتباه نباشه به خاطر همون. خب من میام روی اد بلاک کلیک میکنم، اینجا اگر کلیک کنم یا به حالت ویج در اختیار من قرار میده، یه به حالت تدرا هدرون که برای چسبوندن یک گوشه به گوشه دیگر، این دوتا فقط برای من در اختیار من قرار میده. اگر روی هر یک از اینها حتی کلیک کنم، چون همشون سزل هست، خب توضیحاتش چیز خاصی نداره. من میام سراغ همین بلاکی که بود ایجاد کردم. اگر در نوار کشویی کنار این در واقع اد بلاک کلیک کنم، دو تا آیکون دیگر به من میده، یکی تالرانس هست که بر اساس شکلی که میخواین به فرض مثال در حد متر برای شما دقت مهم نیست، میتونید تالرانستون رو تغییر بدید، حالا بعدا با این بیشتر کار داریم. اگر هندسه بد ایجاد کنید میتونید با این تغییر این در البته در یکی از حالتها هندسه‌تون رو درست کنید. بعد از اون بریک انگل هست که میگه که زاویه بین اینها این لبه ها از چه مقداری بیشتر نشه. به فرض مثال من اگر این اج رو نگه سلکت کنم و در راستای وای که این راستا میشه خیلی در واقع جا به جا کنم، ببینید این حالت پیش بیاد، من در راستای زد هم بیارم پایین، میگه که زاویه در از یه حدی بیشتر نشه. ببینید اینجا سخامت اگر از 180 بیشتر بشه، یک هشدار در واقع مربوط به هندسه بعد برای من ظاهر میشه. شما میتونید این زاویه بین این سطوح رو در واقع بیاید تنظیم کنید، به صورتی که اگر هندسه‌تون خیلی پیچیده است، اگر هندسه منظم و شکل‌های منظم دارید با از همون حالت دیفالت استفاده کنید. خب بعد از اون سپلتینگ رو داریم، چیزی که در حالت اکستروژن هم داشتیم. اگر روی وسط این در واقع فیس کلیک کنم، کلن چهارگوش تقسیم میشه. اگر من از یک زله به یک زله دیگر کلیک کنم در اون راستا، و اگر از چیزی که در حالت اکستروژن داشتیم اونجا ایرادها خیلی کم بود، اینجا به فرض مثال از زل به زل برای من اجازه نمیده، میبینید که خط فیروزه‌ای رو بر میداره. یعنی اگر من اینجا کلیک کنم، حالا اجازه کلیک کردن که نمیده، من اینو در اینجا امتحان کنم، ببخشید روی اینجا خیلی بهتر فکر کنم واضح باشه. اگر اینجا کلیک کنم و بیام روی این محور، اجازه سپیل کردن به من نمیده، میگه که یک در واقع فیس یا فیسز پنج بعدی. اگر من اینجا کلیک کنم، دقت داشته باشید، دو تا فیس بالا یه وجه که اینجا میشه، یه وجهش هم اینجا میشه، در واقع میشه پنزلی. اجازه سلکت کردم، اگر هر چقدر کلیک کنم اجازه رو به من نمیده، اگر بیام گوشه به من اجازه رو میده، چون حالا چهارزلی در واقع حفظ میشه. حالا من بیشتر باید توضیح بدم سپلتینگ، چون ایرادهایی داره که در واقع اونها رو باید توضیح بدیم. اگر در نوار کناری اون کلیک کنم، یک ترینگل اری ست هست، یه دونه ترینگل پرمیتیو، در واقع اون هم حالت در واقع پرمیتیو هستن که اونها رو باید بیشتر توضیح بدیم. یک کنترل پوینت هست،
من اگر روش کلیک کنم روی هر از این هر یک از این اجها میتونم در با کلیک کردن یک در واقع کنترل پوینت قرار بدم. به فرض مثال من اگر خب اینها رو در حالت کنترل پوینت سلک کنم با کلیک راست یا با همون چیزی همون حالتی که هست روش کلیک کنم میتونم اینجا این در واقع آفست رو در محلی که مد نظرم هست تغییر بدم. برای این نقطه هم به فرض مثال همین حالت، برای این نقطه هم در واقع همین حالت. خب و بعدش بیام این اج رو اگر روش کلیک راست کنم یک پنجره برای من باز میشه که میگه اسپی لاین هست، آرک هست. اگر آرک هست دو تا در واقع اج قبلی، دو تا کنترل پوینت قبلی رو برمی‌داره و این رو در وسط یا در مرکز قرار میده. من میتونم اون رو به هر مقداری که هست جابجا کنم. این حالت حالا مثل حالت اکستروژن، اگر نوار در واقع کنترل پانل رو توضیح بدیم، حالا من اینها رو ببندم که برای شما توضیح بدم اینها رو. یکی رفلکت در واقع پوینت هست، محلش هست، محل اون وسط این لبه یا اج. بعد از اون الاین هست که نسبت در راسته، به فرض مثلا در راسته x 1.5 هست، در محور y هیچ الاینی نداره، در محل z هم در واقع 2.5 هست. بعد از اون حالا من اج رو تموم کنم بعد پوینت ها یا نود ها رو. ریسایز هست، میگه اگر شما این رو یک مقداری تا این در نظر بگیرید دوباره ریسایز میشه. فرض مثلا من این رو در راستای x اگر 2 بزنم و روی این حالتی که در واقع اینجا نوشته یا این آیکونی که هست روش نوشته ریسایز دی والیو تو مقدار 2، من اگر روش کلیک کنم اینجا شکل من چون دفرمه میشه اجازه رو نمیده. بعد از اون روتیت هست، من میتونم حول یک محور این اج فیس یا در واقع گرید پوینت رو که نمیشه ولی خب بلاک رو هم میتونید روتیت کنید تحت حول یک محوری. اگر این رو نگه دارید ببینید این حالتی که هست در راستای این محور خودش انتخاب میشه. به فرض مثال من اگر این اجرا انتخاب کنم و روتیت رو بزنم، محوری که حول آن در واقع میچرخه یعنی عمود بر این هست، عمود بر این اج، محور 1 و 0 و 0 برای این در واقع اج پیشنهاد میشه، با اینکه شما خودتون میتونید این رو دستی وارد کنید. اگر شما هندستون پیچیده هست و یک میخوای حول یک لبه بچرخه، به فرض مثال من این رو سپلیتش کنم و از این نقطه به این نقطه، خب میبینید که راستای این محور در واقع 0 و 0 رو عذر میخوام در واقع 1 و 0 و 0 نیست، نه اینکه حالا در راستای محور x هم باشه. من روتیت اینو بزنم، عذر میخوام دریافت یا کپی د اکس فرام در واقع همون دایرکشن این اج رو بزنم، میاد هول این محور برای من اج رو دریافت میکنه. به فرض مثلا الان من که این مقدار رو دریافت کردم میتونم بلاک ها یا کل این هندسه رو یا این بلاک هایی که انتخاب میشن حول این در واقع جهت که دو تا مقدار هست رو در یک زاویه ای بچرخونه. حالا زاویه هر چقدر باشه، 10 باشه، 20 باشه یا 30، اینا من اینها رو حالا جلوتر توضیح میدم. خب بعد از اون کنترل پوینت ها چیزی آنچنانی ندارن، دقت داشته باشید که اضافی وارد نکنید. میتونید برای کنترل پوینت در اینجا هم روی کنترل پوینت اینجا مقدارش رو به هر تعدادی که خواستید زیاد کنید. پیشنهاد میکنم هیچ وقت مگر اینکه لازم باشه از کنترل پوینت استفاده نکنید، اگر هم اضافی هستن اونها رو بردارید. بعد از اون در واقع هایت بلاک هست، من اگر این آیکون رو در واقع کلیک کنم، انتخاب کنم و روی هر یک از این بلاک ها کلیک کنم، بلاک برای من هاید میشه در واقع. خب بعد از اون اد لایر هست، من الان این بلاک ها رو در واقع آف کردم، برای برگردوندن اونها شو آل بلاکس رو بزنم، کل بلاک هایی که هاید شدن و در واقع نمیتونم ببینم برای من باز میگرده. اینجا یک در واقع آیکون دیگر برای نمایش فقط بلاک هایی که سلکت شدن. من اگر به فرض مثال این دوتا رو با کنترل این دوتا فیس رو بعد بی رو بزنم،
برای من این دوتا سلکت میشن، اونلی در واقع سلکتید، من این دوتا رو لازم دارم به فرض مثلا، بقیه رو میخوام این دوتا جا در واقع تغییرات روش اعمال کنم، هر تغییری که لازمه بعدا اونها رو برگردونید. اینجا یک آیکون دیگر شو بات بلاک، چون اینجا بات بلاک نداریم این آیکون برای من در واقع نمایش داده نمیشه. بعد از اون گروه بندی هست، بعد از اون ولیدیت هست که مربوط به صحت سنجی ساخت هندسه، بعد از اون زون بندی اتوماتیک و اینکه ساخت هندسه. خب من میرم سراغ در واقع یک سری پارامتر، یک سری توضیحاتی که مونده، حالا اونها رو با شکل من توضیح میدم، من همه رو انتخاب میکنم. عذر میخوام، یه چیز دیگه ای که موند اینجا، به فرض مثال من این دوتا رو هم توضیح بدم. خب اینجا اگر دقت داشته باشید یا در داخل بر روی این بلاک حتی کلیک کنید، اینجا میتونید اندازه اج ها رو، به فرض مثال من اگر روی این اج کلیک کنم، اینجا اج رو من میتونم ضخامتشون رو برای همه اج هایی که در پنجره بلدن بلاک هست ضخامتشون رو زیاد و کم کنم، یا برای پوینت ها، اگر روی این پوینت ها دقت داشته باشید ببینید که با اضافه کردن این مقدار در واقع حجم یا نمایشگرشون بیشتر میشه. در واقع من این رو روی همون حالتی که 4 بود قرار میدم. خب بعد از اون اینجا در قسمت پایین یک در واقع نوار وضعیت دارم من، حالا قبل از اینکه برم سراغ ادامه، اینجا میبینید که ویو تالرانس، تالرانس من در حد 0.2 متر هست. اینجا یک گزینه تحت عنوان سورف یا در واقع معنی سورفیس دارم، و یک گزینه اگر روش کلیک کنم یک دیپ در واقع باز برای من جابجا میشه، این دو تا، اگر یک بار روش کلیک کنم سورف میشه، یه بار کلیک کنم دیپ میشه. این حالت در قسمت ویو هم در واقع میتونید انجام بدید، سورف یا دیپ، در واقع در پایین هم همین حالت برای شما نمایش داده میشه. پرسپکتیو هست و پارالل که اینها رو ما گفتیم قبلا. چیز دیگه ای که در مورد نوار وضعیت هست، من اگر این اج رو به فرض مثال سلکت کنم، در پایین پایین یک نواری که برای من نمایش داده میشه به من میگه که فاصله در واقع این اجی که انتخاب کردم طولش، در واقع طول اج انتخابی نیم هست، طولش رو به من میده. به فرض مثال این یکی، این هم نیم، این یکی به من میگه 25 صدم. در واقع به جز اون اگر من دو تا نقطه رو انتخاب کنم، روی نقطه اول کلیک کنم و نقطه دوم رو در واقع در حالی که کنترل نگه داشتم انتخاب کنم، فاصله این دوتا رو هم به من میده که میگه 1 متر هست در یک راست محور راسته طولی. خب سورفیس و دیپ در واقع چه کاری برای ما انجام میده؟ من اگر کنترل آر رو بزنم، خب من این فیس رو، من کنترل آر رو اگر بزنم، چیزی که دارم مشاهده میکنم و در حالت سورفیس قرار داشته باشم، با در واقع سلک کردن یا درک کردن، مثل حالت سیدی که در اکستروژن داشتیم، من به فرض مثال میخوام نقاط یا گرید پوینت ها یا نوت ها بر من انتخاب بشن، اول میام روی یکی از این نوت ها یا گرید پوینت ها کلیک میکنم، انتخاب میکنم، بعد محدوده مورد نظرم رو میکشم، حالا هر مقداری که یا هر رنجی که باشه، یا با انتخاب کردن. بعد از اون به فرض مثال من اج ها رو میخوام انتخاب کنم، اول میام روی یکی از اج ها یک کلیک میکنم، بعدا اونها رو انتخاب میکنم. این حالت تحت عنوان سید یا بگیم حافظه موقتی کوتاه بگیم سیف میشه این حالت برای سلک کردن. به فرض مثال من اگر روی فیس کلیک کنم، دوباره اونها در واقع فیس ها برای من انتخاب میشن. خب در حالتی که سورفیس رو انتخاب کردم، من اگر مدلم رو بچرخونم میبینید که فقط فیس هایی که در حالت دید من هستند سلکت شدن. من دوباره کنترل آر رو میزنم، این حالت فیسی که هست رو به با انتخاب در واقع دیپ، در حالتی که از این اشیا یا این آبجکت ها انتخاب شدن، دیپ رو وارد میکنم، بعد از اون میام درک میکنم اون فضایی که میخوام رو سلکت میکنم. اگر مدل رو بچرخونم میبینید که کل فیس هایی که در پشت اون هستن رو باز برای من سلکت کرده. برای اج ها همچین حالتی هم موجود است، اگر روی سورف باشه من سلکت کنم فقط اونهایی که در سورفیس هستن، و اگر روی حالت دیپ باشه
کل اونهایی که در پشت این محدوده هم هستن برای من سلکت میشن یا در واقع انتخاب میشن. برای یه بلاک ها هم همچین حالتی موجود هست. اگر من روی یکی از اینها یکی از صفحه هایی که دارم ببینم در واقع سلکت کنم و بی رو فشار بدم به معنی بلاک و سلکت کنم در حالتی که در حالت دیپ قرار گرفتم، کل بلاک های پشتی هم انتخاب میشن. اگر این حالت رو من دوباره با در واقع صرف انجام بدم، اونهایی که در دید من هستن فقط انتخاب میشن، سلکت میشن. دقت داشته باشید برای همشون این قضیه حاکم هست. دوستان صدامو دارید دیگه؟ اگر این کیفیت خوب نیست بگید که الان پیام ها زیاد هست. خب فکر کنم دیگه صدا هست. حالا دوستان باید که جواب نمیدم. بعد از اون بریم سراغ در واقع چیز دیگه که از آیکون های اضافی مونده باشه. چیزی نیست، من میرم سراغ توضیح هر یک از اینها. من همشون رو سلکت میکنم و دی رو فشار میدم. کنترل آر حالا بزنیم یا نه فرقی نمیکنه. من میام یکی از این بلاک هایی که گفتم، حالا آخریش، اون رو در 0000 ایمپورت میکنم. کنترل آر رو میزنم که برای من اضافه بشه. خب الان من یک در واقع سیکشن، الان مثل چیزی که در اکستروژن داشتیم به فرض مثال، اومدم یک سیکشن در واقع به فرض مثال از اونجا آوردم، اینو به فرض مثال ایجاد کردم بر اساس هندسی جیومتری دوبعدی که داشتم، یک ضخامت کوچیک بهش دادم برای اینکه به بلدن بلاک فرستاده بشه. اولی چیزی که اینجا باید بگیم اد در واقع بلاک هست. اونها رو هر ستاشو گفتم، چیزی آنچنانی ندارن. بعد از اون سپلت بلاک هست. حالا اجازه بدید ما این رو ویرایش کنیم، بعدا سپلتین رو توضیح بدیم. حالا اون بحثش جدا هست چون روی هندسه سنگین خیلی در واقع زمان میبره. اولین حالتی که هست، من میام یکی از این فیس ها یا کل این فیس ها رو من که لازم دارم سلکت میکنم. دقت داشته باشید، میتونم این فیس ها رو در واقع در راستای محور وای افزایش بدم. اینجا دقت داشته باشید، به من میگه که مقدار فعلی ما 5 هست. من این رو روی 400 یا بگیم کلش رو در واقع روی به فرض مثال 400 قرار میدم برای اینکه ضخامت این هندسه من زیاد بشه. در حالتی که من این صفحه رو به فرض مثال رها نکردم و از سلکت در نیاوردم، یعنی میتونید که بردارید و دوباره سلکت کنید، هیچ ایرادی نداره. شما میتونید اد لایر رو بزنید. تفاوت اد بلاک، فقط یک بلاک به یکی از این بلاک ها اضافه میکنه. اد لایر همین حالتی که الان در واقع سلکت شده رو حفظ میکنه. دقت داشته باشید، من اگر از روی اد لایر کلیک کنم، شما میتونید به صورت دستی این رو در واقع چیزی کم به صورت نمایشی برای شما، به صورت پیش‌فرض برای شما نمایش میده مقدارش رو. دقت داشته باشید، به فرض مثال شما یک هندسه دارید میخواهید به اون برسه، حالا فاصله شو نمیدونید، با اینکه شما میتونید با کلیک کردن بین دو تا نقطه این در این پایین در نوار وضعیت مقدارش رو ببینید. خب من اینجا در واقع 100 رو به فرض مثال عدد 100 رو وارد میکنم که عمقش به اندازه 100 برای من افزایش داده بشه. بعد از اون به فرض مثال من میخوام این صفحه حول یک محوری بچرخه، کل صفحه. حالا باز میتونید حول این مکان نما، من اگر اینجا آلت رو در واقع بردارم، با آلت رو نگه دارم و مکان نما رو بیارم اینجا کلیک کنم و اینجا روتیتم رو انتخاب کنم، میتونم حول این نقطه روتیت بشه یا حول مرکزش. به فرض مثال من میخوام حول این نقطه روتیت کنه، روتیت داشته باشه این صفحه. حول این محور در واقع در راستای زدش میشه در چیزی که هست میشه صفر رو در واقع صفر رو حول راستای زدش هم، البته اینو باید صفر باشن که ایراد نده، حول محور زدش که میشه صفر و صفر و یک، به مقدار من به فرض مثال 15 درجه این رو وارد میکنم، بعد اینتر رو میزنم. دقت داشته باشید، این فیس برای من 15 درجه حالا چرخید، یعنی این قسمتش اضافه تر شد. اینجا همون حالت خودش رو حفظ میکنه، اینجا اضافه میشه. من میام الان
یک ادلایر دیگر خب دقت داشته باشید حول این نقطه اضافه میشه. اگر میخواید که حول مرکزش اضافه بشه شما باید بیاید این مکان نما رو یا این هندل رو در وسط دوباره قرار بدید. من میخوام حول این محور یا همین نقطه‌ای که هست برای من به فرض مثال 100 متر دیگر کرییت بشه، اضافه بشه. دقت داشته باشید حول این نقطه شد. خب بعد از اون من میتونم دوباره مکان نمام رو با نگه داشتن شیفت و در یکی از این گوشه ها، حالا فرق نمی کنه بالا یا پایین، در واقع قرار بدم و این رو دوباره تحت همون زاویه قبلی به فرض مثلا 15 درجه بچرخونم تا اینکه، حالا این کار رو میشه چندین بار انجام داد تا اینکه یک شکل منحنی ایجاد بشه. من این کار رو انجام میدم برای یک لایر دیگه در 100 متری و آلت رو نگه میدارم و در این گوشه پایین کلیک میکنم که عذر میخوام اینجا روتیتم رو دوباره در 15 درجه دیگر انجام بدم، یک لایر دیگه تا اینکه 90 درجه من تکمیل بشه. دقت داشته باشید تا اینکه به 90 میرسیم ما باید برای 90 فکر کنم 6 بار بله این کار رو انجام بدیم تا اینکه یک 90 درجه برای من ایجاد بشه. دوباره آلت رو نگه میدارم و محل هندل رو در این گوشه قرار میدم، دوباره این رو به اندازه 15 درجه دیگر میچرخونم، یک لایر دیگر به ضخامت یا به عمق 100 متر و اینکه مکان نما رو دوباره به این گوشه پایینی در واقع تغییر میدم و یک 15 درجه دیگر، یک لایر دیگه با 100 متر و تغییر مکان نما دوباره. من این کار رو انجام میدم تا اینکه یک به فرض مثال معدن روباز، حالا یک پله، اگر تعدادش هر پله‌ای که میخواید اضافه بشه میتونید رو اضافه کنید. حالا من این کار رو انجام ندادم و همون حالت رو اضافه کردم برای که مدلم سنگین نشه. شما میتونید هر مقطعی که حالا یک مقطعی که در جلسه قبل بررسی کردیم اون رو تحت این در واقع مثالی که دارم انجام میدم شما این کار رو انجام بدید. برای مثال خب 1, 2, 3, 4, 5 و 6 تا اینجا فکر کنم 90 درجه من تکمیل کامل شده و من این حالت رو لازم ندارم. دقت داشته باشید من اگر کنترل آر رو بزنم یا زد رو از بالا ببینم تقریبا یک 90 درجه برای من ایجاد شده. خب بعد از اون من شیفت زد رو بزنم که از بالا برای من نمایش داده بشه، یه همچین پله‌ای در واقع یک پله هست. شما برای معدن روباز به فرض مثلا همچین کاری می‌خوای انجام بدید، بعدن یک بلاک بزرگ یا در این گوشه‌ها می‌تونید بلاک‌ها رو با دست یا با قرار دادن بکشید، چیز خاصی نداره. من می‌خوام اینجا این بلاک رو که الان نصفه هست کاملش کنم، بگم یک قسمتی برای نصفه دیگه‌ش رو در واقع ایجاد کنم. میتونم به فرض مثال اگر اینجا رو من کلیک کنم این گوشه که حالت این گوشه در واقع عمقش در 205 اجازه بدید در راستای زد پیست برای پیست کردن من یک نقطه رو انتخاب کنم، ارتفاعش 93 هست، من توی 110 میتونم اون رو سلکت کنم. من یکی از فیس ها رو انتخاب میکنم، یک کل فیس ها رو دوباره انتخاب میکنم و بی رو فشار میدم. کل بلاک، حالا چون در حالت دیپ قرار نگرفتیم بلاک همشون سلکت نشده، من دوباره میام سلکت کردن رو انجام میدم کل فیس ها و بی رو فشار میدم، چک میکنم که بله بلاک های مورد نظرم کامل ساخته شدن. در منوی ادیت روی کپی در واقع کپی رو میزنم و اینجا دوباره از همون ادیت من پیست رو میزنم که یک محل یک مکان برای این واقع در واقع برای پیست کردن محل این در واقع بلاکی که کپی شده در نظر بگیرم. من اونو حساب کردم که بالاترین نقطه اینجا 93 و خورده بود برای اینکه با هم تداخل نخورن یا به اینکه میتونستم در راستای ایکس یا وای یا هر مقداری که بود پیستش کنم. دقت داشته باشید من حواسم نبود که پایین تر بود، من الان اینو میتونم با
در حالتی که بلاک کلا انتخاب شدن، با نگه داشتن موس کلیک در واقع چپ این رو جابجا کنم. دقت داشته باشید، برای من جابجا شد. خب قبل از اینکه از این حالت در بیام، در واقع چیزی که اینجا میبینید، برای اینکه این حالت به اینجا بچسبه، در واقع این گوشه بیاد روی اون قسمت بالایی، شما نیاز است که من این رو بچرخونم. به فرض مثال اگر ای بلاک ها رو انتخاب کرده باشید، رفلکت رو در قسمت در واقع کنترل پانل میبینید. من اگر ایکس رو بزنم، حول محور در راستای محور ایکس 180 درجه میچرخه برای من. خب میتونستم اون رو با وارد کردن در واقع حول محور زد، همین این چیزی که اینجا بود، و 180 وارد کردن 180 به اندازه 180 درجه این رو بچرخونم. خب یا اینکه بر حالتی که اینجا بود، اگر ایکس رو دوباره بزنم در راستای محور ایکس 180 درجه، برای زد هم همچین حالتی. خب من چیزی که لازم دارم دقیقا همین شکل هست. خب برای اینکه بخوام در واقع اسنپینگ یا پوینت تو پوینت انجام بدم، یا جابجایی موو در واقع، یا جابجایی نقطه به نقطه، برای این حالت یک حالت رو داریم که به راحتی میتونید کل بلاک یا ابجکتی که انتخاب کردید رو جابجا کنید. من میام اون جایی که قراره به هم دیگه بچسبن رو یک چک میکنم که بله این گوشه به این گوشه باید بچسبه، یعنی این فیس ها، فیس هایی که در اینجا هستن، در واقع باید به فیس های این پایینی بچسبم. برای این حالت من حالا زوم کنم که و در وسط قرار بدم، تا اینکه سلکتمو به راحتی انجام بدم و در واقع جابجایی رو هم. خب نقطه پایین اینجا هست. خب من اگر شیفت رو نگه دارم از صفحه کلید